باز هم اعدام یک نوجوان و نادیده گرفتن حقوق کودکان. شما در این ارتباط چه نظری دارید؟ علیرضا تاجیکی که از سال 91 یعنی وقتی که 15 ساله بود به اتهام تجاوز و قتل در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد و روز پنجشنبه یعنی 19 مرداد ما در همون زندان اعدام شد. این در حالی که بارها سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری از مقامات ایران خواسته بودند که حکم اعدام اون رو متوقف کنند. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است که بر اساس اون نباید افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن رو به اعدام محکوم کنه، اما ایران کودکان متهم به جرایم سنگین رو تا 18 سالگی نگه می‌داره و بعد از اون اعدام می‌کنه. بر اساس قوانین ایران سن قانونی طبق شریعت برابر با سن بلوغه. عفو بین‌الملل اما پیشتر در گزارش اعلام کرده بود که بین سال‌های 2005 تا 2015 دست کم 73 مجرم که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند در ایران اعدام شدند و در گزارش سازمان ملل متحد هم گفته شده که دست کم 160 مجرم دیگر منتظر اعدام هستند. اما آیا صرف بلوغ جسمی به معنای بلوغ اجتماعی هم هست؟ اگر دولت معتقده که بلوغ جسمی به معنای بلوغ اجتماعی یا عقلی هست، چرا مجرمین نوجوان رو برای اعمال در واقع اعمال مجازات تا رسیدن به سن قانونی نگه می‌داره؟ و اینکه علت اصرار حکومت برای مجازات اعدام برای کودکان چیه؟ اما به هر صورت بخواید اگر بیاید در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو با ما در میون بذارید، نیاز هست که راه‌های ارتباطی برنامه رو هم بدونید. شما میتونید از طریق خطوط تلفن برنامه روی خط یعنی 202-260-71-10 با ما تماس بگیرید یا از طریق چت زنده فیسبوک روی خط میتونید تلفن هاتون رو برای ما بفرستید یا ایمیل کنید تا همکارانم با شما تماس بگیره. همینطور میتونید از طریق اسکایپ به صورت صوتی، تصویری و نوشتاری هم با ما همراه باشید. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو هم فراموش نکنید. من افشار سیگارچی هستم، همراه شما با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. در ابتدا به نکته‌ای می‌خواستم اشاره کنم. در روزهای گذشته پیام‌هایی دریافت کردم از سوی بینندگان، برخی گلایه داشتن که چرا فرصت به اونها نمیرسه. جا داره اینجا اشاره کنم که میتونید اگر تمایلی که در برنامه زودتر نوبت به شما برسه، 10 دقیقه پیش از شروع برنامه تقریبا ساعت 9:50 دقیقه شب ایران یعنی به وقت تهران، یا از طرفی اگر خارج از ایران هستی در آمریکا به عنوان مثال هستی، میتونید از ساعت 1:20 دقیقه ظهر با ما تماس بگیرید که این فرصت برای شما بیشتر باشه که راحت‌تر روی خط بیاید و دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید. بذارید در ابتدا بریم به سراغ تلفن‌ها و آقای فرهاد که از آمریکا با ما همراه هستن. آقای فرهاد بفرمایید روی خط هستید. درود به شما. خدمت شما عرض کنم این اعدام ها، ببینید هر چقدر کشور به لحاظ سیاسی عقب مونده تر باشه، به لحاظ اجتماعی عقب مونده تر باشه و کشور دیکتاتوری تر باشه، این اعدام ها بیشتره. ما در غرب تقریبا شاهد اعدام نیستیم به جز امریکا در چندین ایالت و چندین موارد خیلی کوچیک. ایران به تنهایی در دنیا مقام اول داره برای اعدام. و کودکان رو که میگیره که برای اونا کاری تولید نکرده، مدرسه فراهم نکرده، ورزشگاهی درست نکرده، ما میبینیم هیچ امکاناتی اصلی از قبل از انقلاب تا به حال درست نشده و اینها رو به ذکر میکنه این دولت با این شرایطی که به وجود آورده، تو خیابون میفرسته و نگرشون میداره، این تخم مرغ توی مکان نگر میدارن برسه اینا رو اعدام کنه. یعنی جنایت رو شما ببینید در این رژیم نهادینه شده، انگار که یکی نشسته اونجا لذت میبره از جنایت. از طرف دیگه این حکومت
بر اساس همین تا به حال حکومت کرده، یعنی بر اساس ترور، وحشت، سرکوب، شکنجه و اعدام، چاره دیگه ای نداره. خب آقای فرهاد اشاره دارید میکنید به بحث اعدام، حالا ما یه مقدار جزئی‌تر به قضیه داریم اشاره میکنیم. ایران خودشه که از امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک، اگه قرار باشه که امضا کنه و بعد انجام نده پس چرا اصلا امضا کرده؟ چون یکی از اصول اولیه اون کنوانسیون اینه که منع اعدام کودکانه. شما تو این رژیم کدوم مورد دیدید که اینها دقیقاً رعایت کنن؟ اینها به حساب خودشون دارن به ریش دنیا میخندن، ولی وقتی که تحریم ها میاد، وقتی که در یک گوشه قرار میگیرن، اون موقع دستشون آه و نالهشون به دنیا بالا میره که ببینید ما رو تحریم کردن. چرا کشور دیگه رو تحریم نمی کنن؟ به خاطر جنایت، فساد، کارهای مافیایی، تروریسم، کارهایی که این رژیم میکنه این براش پیش میاد. به هیچ معاهده‌ای واقعا تا امروز این رژیم پایبند نبوده، به جز کشتار و ترور، به جز اینکه به دنیا بگه من برای خودم یه حکومتی کاملا جدا هستم، کره و ایران و هر کار که دلم خاص میکنم، ولی چوبشو مردم میخورن. ممنون آقای فرهاد که تماس گرفتیم. بذارید بشنویم صحبت‌های آقای نجفی از مشهد با ما تماس گرفت. آقای نجفی بفرمایید، روی خط هستید. جناب افشار سلامت کردم، خسته نباشید. الو بفرمایید. آقای نجفی روی خط هستید. جسارت اینا هم اول برمیگرده به خانواده ها. توی 38 سال خانواده ها مهمترین به اصطلاح چی رو میتونستن برای بچه ها انجام بدن که نکردن. این موبایل ها توی 15 سال 20 سال اومده، توی تلگرام هایی که بعضی مسائلی که ببخش خانواده ها میزنن، این آقای میزنن مسائلی که دیگه آخرش بخونه چیه، این مسائل به وجود میاره. در به روی جوان ها بسته شده، روی تفریحات مردم بسته شده، همه رو میارن به این موبایل ها، رو میارن به فساد، رو میارن به مواد مخدر، همه این عوامل چه خانواده های. آقای نجفی شما دارید در مورد بود عوامل و ریشه های این مسائل صحبت میکنه. یه بحثی هست که حالا فرض کنیم از این مسائل گذر شده، کمکاری ها انجام شده، به هر سو نوجوان ناغافل یا ندونسته اشتباهی رو مرتکب شده که به هر حال میتونه منجر به قتل یک نفر، کشته شدن یک نفر بشه. ما داریم بحث ما امروز بیشتر بر اساس اینه که ایران که خودش در کنوانسیون حقوق کودک رو امضا کرده و در ایران هم قوانینی هست که به هر حال من در ادامه برنامه به اونها اشاره خواهم کرد، چرا اینقدر اصرار داره که این احکام رو، احکام مجازات اعدام رو در واقع برای کودکان عمل کنه بهش؟ جسارتاً شما تا حالا دیدید توی 38 سال هر چیزی که عمل امضا کرده که عمل نکردن؟ آقایون حقوق بشر عمل نکردن. مسئله والا الان کودکانی که میفهمید زیر 18 سال میرسه به مرز 18 سال اعدام نمیکنن، بعد 18 سال به بالا میگن آقا اعدامش کنید. و نه اولیای دم به سر رجعت میدن برای مسئله که به وجود میاد، چه قتل، چه ناموسی، چه غیر ناموسی. ولی متاسفانه تا حالا من به نظر من جواب نداده اعدام ها. اگر جواب میداد برای اعدام جواب میداد. این همه مسئله که به جایی که بیان تو تلویزیون برنامه تبلیغ پفک نمکی و تبلیغات شیرینجات و فلان و فلان و فلان بکنه، آشپزی کنن، بیا جامعه رو به اصطلاح آگاهی بدن به جوان ها. ممنون آقای نجفی از شما که تماس گرفتیم. بذارید تا اینجا یک کار دو میرنده اشاره کردن به اینکه حکومت در واقع به قوانین و مباحثی که خودشون هم وضع کردن اهمیت نمیده و این رویه کاملا عادی است، انتظار دیگه ای نمیشه. بذارید بشنویم صحبت های آقای کوهسار رو که از کرج با ما تماس گرفت. آقای کوهسار بفرمایید، روی خط هستید. سلام، قربان، خسته نباشید. سلامت. ببینید قوانینی که اینجا الان بحث این است که دو تا موضوع هست اینجا. یکی این که اساساً زیر سن قانونی که تو دنیا شناخته شده است، ما هم ظاهراً پذیرفتیم، چند سال پیش دوباره در موردش بحث شد، گوشه ای از اون رو به عهده قاضی گذاشتن. ظاهراً این حکمی که اخیراً، من تنها موردی که زیاد مخالف نبودم حکمی بود که در مورد یه جوون 15 ساله‌ای بود که به یه پسر دیگه تجاوز کرده، کنم از کیسای بسیار نادر بود. یعنی این، حالا من زیاد چیزهای فراتبیعی نمیخوام اشاره کنم، ولی فکر کنم این آدمی که در 15 سالگی، یعنی این روحیش در حدی تخریب شده که قابل بازسازی نیست. یعنی حتی اگه این رو اعدام نمیکردن، من فکر میکنم این میتونست به جامعه برگرده. اما بقیه مواردی که فرضاً تو نظام اصلا بسیار بیمعنیه. یعنی یه جوونی رو که به سن قانونی نرسیده
حتی در نزاعی که هیچ قصد قبلی نداشته، حتی بالای 18 سال هم هیچ جا، حتی جایی که مجازات اعدام وجود داره اینا رو محکوم به اعدام نمی کنن. ما صرفا به این دلیل که اولیای دم رضایت نمیدن یه جوون 16-17 ساله رو نگه میداریم تا سن 22 سالگی 20 سالگی اگه بازم چیز نکردن، اگه قرار اعدامش کنی اصلا 15 سالگی زیر اصلا 10 سالگی اعدام کنین. باز تو نظر جامعه جهانی من فکر کنم منطقی تره تا یه نفر رو تو زندان اون به قول معروف شمشیر دامکلس رو بالا سرش نگه دارین، اینو زج بدید خودش و خانواده‌اش رو، و بعد وقتی به سن 18 سالگی آقا ما زیر سن کهنسال نکردیم. البته اشاره کردیم به اینکه در این حالت خب فرد زج رو میکشه. در مورد آقای تاجیکی هم گفته میشه که دو بار دیگر هم ایشون رو برای انجام حکم اعدام در واقع برده بودن به سلول انفرادی و بعد لغو، یعنی تغییر میکنه، تاریخش به تاخیر میفته و بعد در نهایت شاهدش هستن که در 19 مرداد ما عمل صورت میگیره. اما آقای کوسار در بخش از صحبتتون اشاره کردن به بحث تجاوز و اون چیزی که بر اساس قوانین ایران هست که بحث لوا در ایران حکمش اعدام، آیا یک مسئله‌ای که مسئله جنسی هستش واقعا باید در حکمش گرفتن جون افراد باشه؟ حالا این یه بحث دیگه ای است ولی چون تو صحبتتون بهش اشاره کردید عرض کردم این مورد خاص رو من نمیتونم، اصلا برام قابل تصور نیست که یه جوونی به یه جوون دیگه در اون سن چه جوری این چه پس زمینه روحی داره خانوادگی. آقای کوسار آخه یه مسئله که هست متاسفانه یه مدار بحث استقلال قوه قضاییه و شفافیت روند برخورد قضات با مسائل اینچنینی هم هست. من نمیخوام بحث رو خیلی منحرف کنم ولی ما کیس های خیلی بزرگی هم داشتیم، همچون آقای سعید توسی که به هر صورت پرونده ایشون مثلا رو هوا مونده و اصلا مشخص نیست که چی شد، ایشون هم راحت دارن میگردن. بله اون رو آقای من اصلا نمیدونم، اونم از مواردیه که این آقایون حالا به چه دلیل، فقط به خاطر اینکه یه ده اومدن گفتن آقا اینشون مورد نظر رهبر بود فکر کردن اگه به دادگاه. این کیس توسی تو جامعه به عنوان یک کیس فساد مطرح شد، حتی همون قربانیاش هم وقتی همون همکار شما پرسید آقا بحث لبگا و بحث لبات مطرح نبود، ولی همون به قول شما اون شفافی ما نمیدونیم این چی کار کرد، ولی قطعا به نوجوانان چیزیه که در تمام دنیا به عنوان مالستیشن مطرح میشه و این دیگه حالا ممکنه اعدامش حالا جای دیگه جرمش به اندازه تجاوز نباشه، ولی اینطوری به قول شما نیست که بذارن راست راست راه بره این آدم رو. حتی قاضی همین سیستم ایشون رو ظاهرن حکم براش داده، مدارس رو تکمیل کرده ولی جلوش رو گرفتن. ممنون آقای کوهسار، مرسی از شما که تماس گرفتیم. به تهران بریم، خانم مجده همراه ما هستن. خانم مجده بفرمید روی خط هستید. سلام بفرمید. سلام، حال شما چه؟ متشکرم. من با این نظریه که بلوغ اجتماعی با بلوغ جسمی مثلا با هم دیگه تطابق دارن واقعا مخالفم، چرا که توی جامعه ما واقعا به جوانای آموزش داده نمیشه توی هر زمینه، همش هم محدودیت وجود داره. خب خانم چطوری مثلا یه جوان وقتی که همش محدودیت وجود داره فرق بین خب مثلا چیز قانونی خلاف و با قانون تشخیص خب. یه چیز منطقی یا یه چیزی که ارزش تلقی میشه با ضد ارزش تلقی. خانم مجده خب پس این بر اساس چه فاکتورهایی هست که در واقع جوانی که در 16 سالگی به عنوان مثال منجر مرتکب جرمی شده چه چیزهایی رو در نظر میگیرن برای اینکه اثبات کنن که این به لحاظ عقلی اون رشد رو داشته و آگاهانه این کار رو انجام داده؟ به نظر من این جوانایی که توی این سن مرتکب اشتباه، این اشتباهه واقعا اشتباهه، ولی قربانی هست خیلی بزرگتر از اینا به قول شما آقای توسی یا کسای دیگه خیلی بزرگتر از اینا وجود دارن که اصلا به پروندهشون رسیدگی نمیشه. مثلا کم سنا رو نگه میدارن که فقط یه مانور اجتماعی بدن که اینا رو اعدام میکنن، جلوی همه هم نشون میدن. به نظر من یه مانور اجتماعیه، مثلا خیلی راحتر میتونستن این بچه رو مجاب کنن، یه روش های بهتری بود تا اینکه اعدامش کنن و بالای دار ببرنش دوباره شروع بشه. اصلا جرم جنایته. ممنون خانم، حتی اگه بزهکار باشه. ممنون خانم مجتر شما که تماس گرفتن. اما بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به برخی از صحبت‌هایی که مدیر کلی فنی قوه قضایی آقای علی کاظمی داشت در یادداشتی که در روزنامه وقایع و اتفاقیه نوشته بودن که ایشون اشاره کردن که از نظر بین‌المللی دو سند مهم در زمینه کودکان و حقوق اونها وجود داره که
در واقع ایران به اونها پیوسته و به هر دوی اینها متعهد هستش. یکی میثاق حقوق مدنی و سیاسی در سال 1354 که در واقع مجلس ایران به اون پیوسته و در اون در ماده 6 اعدام کودکان ممنوع اعلام شده. دومی سند پیمان نامه حقوق کودک بوده که در سال 72 دولت جمهوری اسلامی به اون پیوسته و ماده 37 اون اعدام و سلب حیات و همینطور حبس ابد غیر قابل بخشش رو برای کودکان ممنوع اعلام کرده. در همین ارتباط اما قانون مجازات کودکان ماده 91 که قانون مجازات اسلامی در سال 92 قانون جدیدی رو تصویب کرد که در ماده 91 گفته میشه که درباره جرایم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال گفتن که اگر مرتکب ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن رو درک نکنه به دیو مجازات محکوم میشه، در صورتی که قبلا افراد بالای 15 سال رو به مجازات جرم انجام شده محکوم میکرد و فرقی بین اونها و افراد بالای 18 سال قائل نمیشدن. بر اساس تبصره این ماده هم دادگاه گفته که برای تشخیص رشد و کمال عقل میتونه نظر پزشک قانون رو استعلام یا از هر طریق دیگه ای که در واقع مقتضا بدونه استفاده کنه. من دوست دارم اشاره کنم در این بخش به اظهارات خانم نسرین ستودی که یکی از وکلای علیرضا تاجیکی بوده که در گفتگو با کمپین حقوق بشری اشاره کرده به این مسئله که موکلش در زمان بازداشت کودک بوده و پرونده دارای ایرادات بسیار موثری و شواهد حاکی از آن است که موکلش مرتکب قتل و تجاوز نشده. در بخش دیگری اشاره کرده که در مرحله پزشکی قانونی اعلام شده که علیرضا فاقد رشد عقلی برای پذیرش مسئولیت جرم و عمل منتهی به قصاص. این دقیقا همون بخشی از قانون ماده 91 هستش که اشاره میکنه به اینکه باید رشد عقلی اون رو اگر پزشک قانونی رد کنه حکم در واقع نمیتونه یک مجازات سنگین بر اون در نظر گرفته شه. اما گفته شده در مرحله بعد هیئت کارشناسی در پزشک قانونی شیراز اعلام کردن که علیرضا در زمان ارتکاب جرم یعنی 3 سال قبل از زمان رسیدگی این هیئت علیرضا دارای رشد عقلی بوده. یعنی یک دور اول اشاره شده در واقع تایید شده که ایشون در اون زمان دارای رشد عقلی نبوده و نباید به چنین حکمی خط بشه، اما در نهایت گروه دیگری میان و حکم رو تغییر میدن. به هر صورت نکات مبهم بسیار بوده در مورد پرونده علیرضا تاجیکی. اما به تلفن ها بگردیم. آقای رحیمی از طریق تلفن هم از طریق اسکایپ هم راست. آقای رحیمی سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام جناب چی باشید؟ سلام از بنده است، بفرمایید. بنابراین اول از همه از شما اجازه میخوام که به مردم اسپانیا و دولت مردان اسپانیایی تسلیت بگم به خاطر این فاجعه ای که رخ داد. چقدر باید یک فرد، یک مذهب، یک تفکر بیرحم باشه که آقای رحیمی من از شما یه عذری میخوام، اشاره کردین یک مذهب بیرحم باشه، مباحث این چنین یک مذهب که به خودی خود نمیتونه بد باشه، استفاده افراد هستش که میتونه اونها رو بد جلوه بده. تصدیحات رو گفته، اگر بشه برگردیم به موضوع برنامه که از شما من ممنون میشم. خواهش میکنم. بفرم. وظیفه یک دولت چیه؟ اول از همه وظیفه یک دولت، انتقال دولت از حوزه قدرت، از حوزه وحشت، رعب و وحشت به حوزه تربیت. اینو اول از همه خانم فدریکو باید بدونه که رئیس اتحادیه اروپاست، میره با توی مجلس با این مش جنایتکارا عکس میگیره، با یک مش قاتل عکس میگیره، عوضی که ایشون بره اونجا این مسائل مطرح بکنه. حالا در هر صورت ببینین جمهوری اسلامی به عمد این کارا رو میکنه، به عمد میاد اینطوری قدرت خودشونشون میده که وحشت درست بکنه برای مردم، وگرنه یک بچه 15 ساله ما از خود سران جمهوری اسلامی سوال میکنم آیا شما خودتون تو سن 15 سالگی همین عقلی رو داشتین که الان دارین؟ این بچه هم حالا یک اشتباهی کرده، این کار صحیح نیستش از نظر اخلاقی. آقای رحیمی الان این مسئله که شما دارید مطرح که من از بینندگان قبلی هم پرسیدم، با توجه به اینکه ایران در برخی از این میثاق‌نامه‌ها که در حمایت از حقوق کودکان خودش عضو هستش و اون کنوانسیون ها رو امضا کرده، اصرارش برای این مسئله چیه؟ با توجه به اینکه هزینه هایی هم برای اونها خواهد داشت، خب چرا این کار رو انجام میده؟ عرض کردم این دولت با چون یک حکومت دیکتاتوریه، یک حکومتی که بر پایه رعب و وحشت اصلا پایه گذاری شده، این اعمال رو انجام میده فقط به خاطر ترسوندن مردم که مردم احساس کنن موقعی که اینا از یک بچه نمیگذرن دیگه وای به حال بقیه دیگه. ممنون از شما آقای رحیمی از ترکیه که تماس
ممنون از شما. اما علاوه بر راههایی که در طول برنامه به صورت زیرنویس به شما نمایش داده میشه، پیامگیر اتوماتیک برنامه که دیگر راههای ارتباطی ماست که میتونید با شماره تلفن 202-382-7205 تماس بگیرید. با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com در ادامه برنامه روی خط همراه ما هستیم با موضوع اعدام نوجوانان خاطی. اما در این بخش برسیم به نظرات کاربران که در فضای مجازی نظرشون رو برای ما ارسال کردن. مسعود از کاربرانی است که نوشته قضاوت کار بسیار سنگینیه. من مخالف اعدام هستم و زیر سن رو باید ریشه یابی کرد که چرا دست به چنین عملی زده، چون هنوز به رشد فکری زیادی نرسیده بود. در واقع موضوعی که بسیاری از بینندگان هم به این مسئله اشاره کردن. گودرز هم کاربر دیگری است که اون هم نظری مشابه داشته و گفته مسلما بخش بزرگی از این اتفاق غم‌انگیز برمیگرده به نحوه تربیت و محل زندگی این افراد و گفته که بسترسازی فرهنگی واقعا در این کشور لازمه. اعدام کردن یا نکردن خیلی شرایط رو تغییر نمیده. هادی دیدگاهی متفاوتی داشته به این قضیه، گفته که اگر بلوغ جسمی به معنای بلوغ اجتماعی نیست، با همین استدلال میشه گفت که آدم 40 ساله‌ای که متجاوز بودم به بلوغ اجتماعی نرسید و مجازاتی برای اون نباید در نظر گرفت. در ادامه برنامه ما باز هم برمیگردیم به نظرات کاربران در فضای مجازی که امروز با ما همراه بودن. به کرج بریم. آقای اعظمی از کرج همراه ما هستن. آقای اعظمی بفرمایید، روی خط هستید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. ببخشید من می‌خواستم درباره با اعدام صحبت کنم. تو ایران اصلا قانونی وجود نداره. آقای طوسی به دولوش چند نفر چیز کرده بود، تجاوز کرده بود، اصلا هیچکی بهش اعتراض نکرد، هیچکی بهش چیزی نگفت. حالا یه جوون یه اشتباهی کرده، اونم سنش پایین بوده، نوجوان بوده، یه اشتباهی کرده، نباید اعدام کنن؟ این چه مملکتیه؟ این چه قضاتیه که یه نوجوان رو اعدام میکنن، به سن 18 سالگی میرسه اون رو اعدام میکنن؟ اصلا ایران قانونی نداره. من خودم 27 سالمه، چند سال ورزش کردم تو ایران، هیچی به من ندادن. در یه دونه جای پارک، ماشین پارک، من ماشینم پارک کردم، منو ماشینم رو خوابوندن. حالا این اونا اعتراض میکنن که چرا ماشین تو اینجا پارک کردی. ما خودمون کلی اعتراض داریم و هیچکی نیست. آقای اعظمی خیلی ممنون از شما تماس گرفتید. بخش دوم صحبتون یه مقدار خارج از موضوع برنامه، در صورت ممنون که
تماس گرفتیم. به آلمان بریم. آقای سعید از آلمان همراه ماست از طریق اسکایپ. آقای سعید بفرمایید روی خط هستید. آقای سعید سلام بفرمایید. الو سلام آقای سعید بفرمایید. صدا میشنوید؟ بله همراه ما هستین در برنامه روی خط. خواستم بگم که موضوع خیلی ریشه‌دارتر از این چیزایی است که در صحبت میشه. ببینید اول بحث پایه‌هایی که جامعه رو ریختی میشه. من یه مثال میارم. چند وقت پیش پارسال بود رفته بودم مدرسه دخترم، دیدم رو در کلاسشون یه 7-8 جمله نوشته بود که واقعا گفتم خدایا ما کجا هستیم، اینا کجا هستن. بحث به بچه‌ها یاد داده بودن که با همدیگه باشن، به همدیگه نخندن، با هم بخندن، به همدیگه کمک کنن و چند مورد دیگه که الان حضور ذهن ندارم. وقتی که میام اینو با اون چیزایی که تو ایران از بچگی به ما میگن که زرنگ باش، زرنگ باش، یعنی اگه یه جایی رفتی خودتو بنداز نوبت اول، حق دیگران رو ضایع کن، این که خود به خود وقتی که پایه‌ها و بسترین باشه نتیجه هم همین میشه که الان امروز داریم میبینیم. خیلی ممنون. ممنون از شما. آقای سعید اگر اطلاعاتی داری در مورد نحوه برخوردی که با کودکان در واقع که زیر سن قانون، یعنی زیر 18 سال هستن در آلمان، اگر حادثه مشابه رخ بده چه برخوردی دارن در این زمینه، آیا اطلاعات دارید بخواید با ما در میون بذارید؟ حقیقتش به این مورد که به زندان میگیش خب به مکانهایی هست که به بچه ها، فقط بچه های زیر 18 سال اونجا نگه داره میشن، نه با بچه هایی که بزرگتر از خودشون باشن و اونجا که بیشتر جنایتی هم بیشتر اونجا اتفاق میفته. در واقع کانون تربیت، دفتر کانون تربیتی هستش تقریبا یه همچی چیزی. و بعدش هم این با مسئله بازپروری در اونجا که سعی میکنن با انواع پیزیوتراپ یعنی روانشناس و این مسائل اینا رو دوباره به جامعه برگردونن و صاحب شوق کنن. البته من نمیتونم جامعه آلمان رو با ایران مقایسه کنم، ولی خب روشش همینه، یعنی هیچ رای دیگه ای نداره، با اعدام و این مسائل هیچ چیزی حل نمیشه. ممنون از شما آقای سعید از آلمان که تماس گرفتیم. به شیراز بریم. خانم مریم از طریق تلفن همراه ما هستن. خانم مریم بفرمایید روی خط هست. الو سلام. من میخواستم بگم که قبول دارم که یک سری از مسائل برمیگرده به جامعه اون شخص، اون جایی که داره توش زندگی میکنه، ولی از طرف دیگه میخوام بگم که من به عنوان یک دخترم توی این جامعه زندگی میکنم، اگر اون پسر توی 15 سالگی به بلوغ جنسی نرسیده بود، به بلوغ عقلی نرسیده بود، خب یک اتفاق خیلی رایج بین همه پسرها، خود ارضایی میکرد. اما اون به سراغ روشی رفته که حداقل نیاز به این داره که بدون بعد چیکار کنه، پس از این جهت این رو میفهمیده و بعد میدونسته که بعد چیکار کنه. مریم بس دامی. فقط صرفا تو این زمینه در مورد بحث لواط یا مسائل جنسی نیست، بحث به عنوان مثال حتی مواردی هست که فقط قتل بوده، بحث نحوه برخورد با افرادیه که زیره. شاید که اعدام تنها راه نباشه، اما به مرور زمان وقتی که این مسائل توی فضای مجازی به خصوص با این عصر ارتباطاتی که ما داریم گسترده میشه، افراد اطلاعات بیشتر پیدا میکنن و به نظر من اعدام تنها راه مؤثر نیست، اما نمیشه کنارش هم گذاشت، چون اگر به این صورت باشه هر کس از زیر بار اون کار که کرده در میره. همون طوری که اگر که یک مدت قبل دو زیرو که با وثیقه خیلی راحت اومده بیرون گرفته بودن، بنیتا اون بلا سرش نمیومد. خب خانم مریم اشاره دارید میکنید که اعدام موردی هستش که از طرفی باش هم موافق نیستید، هم از طرفی هم نمیشه کنارش گذاشت، اما در طی این سالها موارد اعدامی بوده که چه برای سنین کودکان در واقع نوجوانان در ایران وجود داشته چه برای بزرگسالان، آیا تونسته حتی تا حدودیش با توجه به اینکه میگید نباید کنار گذاشته بشه، تا حدودی حتی خیلی کوچک بازدارنده باشه یا در جهت اصلاح جامعه نقش مثبتی داشته باشه؟ یک زمانی بود که هر کس میدونست که مجازات کاری که میکنه چی میشه و بعضی هم نمیدونستن. الان ما در وضعیت هستیم که حداقل میدونیم مجازات هر کار کوچکی، حداقل مثل اعدام، حالا نمیگم کوچک، خیلی اعدام بزرگه، که حکمش چی هستش. پس نمیتونیم دیگه بگیم چون نمیدونیم از زیرش در رفتیم.
و از طرفی من چون آمار دقیقی ندارم نمیتونم آیا واقعا کاهشی داشته توی این آمارها یا نه، اما بی تأثیر هم به نظر من نمیتونه باشه. ممنون از شما. ولی خانم مریم به عنوان آخرین سوال، بحثی که به هر حال اثبات رسیده و دنیا داره در مورد اون به اون صورت رفتار میکنه، این که به هر صورت کودکی که زیر 18 سال، فردی که زیر 18 سال کودک محسوب میشه و نباید برخوردی که در واقع مجازاتی که برای بزرگسالان در نظر گرفته، این به هر حال روش کار شده، کارشناس‌ها، دکترها به هر حال روش حتما مطالعه های بسیاری شده که سایر کشورها دارن این قانون رو رعایت میکنن. آیا فکر نمی‌کنید که واقعا ایران هم باید ملزم باشه که به این قانون احترام بذاره و اون رو رعایت کنه، با توجه به اینکه خودش هم از امضا کنندگان این کنوانسیون بوده؟ درسته، یکی از امضا کنندگان این قضیه هستش، اما من شاید یک جایی میتونم بگم مخالف این قضیه هستم. ما باید ببینیم بلوغ جنسی و فکری در هر دوره یک اندازه است. یکی از کسایی که تماس گرفت گفت که آیا کسی که 20 سال پیش بودم خودش این فکر رو نمی‌کرده؟ نمیشه. فردی که 20 سال پیش با اون ارتباطات بوده، خود من و شما زمانی بوده که راه ارتباطی زیادی نداشتیم، یه کتاب بوده و تلفن ثابت منزل. خب خانم مریم، میدونید این سنی که برای دختران در ایران در نظر گرفتن چه سنیه؟ عقلی یا جنسی؟ بله، میدونید چه سنیه برای خانم ها دختران در ایران؟ اگر که از لحاظ شهریش رو بخواد 9 سالگی هست. بله، یعنی الان خانمی اگر در 12 سالگی به هر صورتی با توجه به اینکه سن خیلی کمی داره، اگر جرمی مرتکب بشه که در نهایت منجر به قتل بشه، با اون برخوردی آیا باید بشه که با بزرگسال میشه؟ این برخورد رو که شما دارید میگید، دارید دو تا مقوله جنس رو بین دختر و پسر مطرح کنید. امروز دختر 12 ساله خیلی خیلی بیشتر از دختر 9 ساله 10 سال قبل میفهمه. این به خاطر ارتباطات خیلی گسترده است. من نمیگم که ما نباید مجازات کنیم یا اصلا باید مجازات کنیم، میگم که حداقل با شرطون در نظر بگیریم. نمیتونیم چون نوجوانه، یک نوجوان خیلی بیشتر است، شاید یک فرد 40 ساله بتونه درک کنه. هوش هیجانی یک وقتهایی بیشتر از خود IQ میتونه تاثیر داشته. ممنون از شما خانم مریم. البته در مورد این بحثی که شما اشاره کردین به هوش نوجوانی، بارها کارشناسا از این با واژه تغییرات هورمونی استفاده کردن که افراد هیجان زده رفتارهایی رو انجام میدن که چه بسا بتونه خطرناک باشه. اما به تهران بریم. آقای عبدالحمید از طریق تلفن همراه ما هستید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، ممنون. عرضم به حضورتون که حق با شماست، نباید اینا رو اعدام بکنن، چون اینا از 15 سالگی این جرمو انجام دادن. الان به نظر من باید دوباره محاکمهشون کنن، چون الان سنشون 18 سال شده. به قول بیننده های قبلیتون، فهم و شعور و درکشون هم بهتر شده و الان این جرم دیگه بهشون تعلق نمیگیره. ولی متاسفانه حکومت ما حرف منطقی رو قبول نمیکنه، ولی چون این شاکی خصوصی داره و اعدام هم به قول شما نتیجه ای نداره، میتونن مثلا الان محاکمش میکردن توی یه جای منطقه محرومی، جایی مثلا تبعیدش میکردن، یا شاید هم اصلاح شده باشه و اصلاح بشه. ماها هیچ کدوممون راضی نیستیم، ولی چون شاکی خصوصی داره دست دادگاه و اینا بسته میشه، برمیگرده به فرهنگ سازی. اگر فرهنگ سازی بکنن این کمتر میشه، نه که این به این بره، ولی خب مقصر جامعه هست. جامعه ما خیلی مشکل داره. ممنون آقای عبدالحمید. به مباحث مختلفی داره اشاره میشه، اما یکی از بحثایی که هستش که چند روز در واقع کمتر از یک هفته از اعدام عبدالرضا تاجیکی گذشت، سر و صدای بسیاری به پا کرد، در واقع انتقال آقای مهدی بهلولی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام. ایشون فردی بودند که در زمان ارتکاب جرم 17 سال سن داشتن و گفته میشه که بارها در طی این سالهایشون، شاید براتون جالب باشه که 15 ساله که زیر حکم اعدام هستن و هر بار در سال احتمال داره که ایشون رو ببرن سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام و بعد بهش میگن که به تعویق افتاد یا به یک زمان دیگری موکول شد. آخرین بار هم پیش از اینکه ایشون رو 23 مرداد ما برای اجرای حکم اعدام ببرن، در اردیبهشت ماه همین سال جاری هم ایشون رو منتقل کردن به سلول انفرادی برای حکم اعدام. تصور کنید نوجوانی که از 17 سالگی تا 15 سال بعد، یعنی تا 32 سالگی
بارهایشون رو منتقل میکنن به سلول انفرادی برای انجام حکم اعدام و زندگی در طی این سالها چقدر بتونه سخت باشه. اما بد نیست برگردیم به نظرات کاربران در فضای مجازی. مجدد صادق اشاره کرده به بحث این که بیاید خودتون رو جای خانواده مقتول بذارید، اگر که اعدام نکردنش خیلی برای خانواده مقتول میتونه سخت‌تر باشه تا اینکه بخوان ببخشنش. اما مخالف کاربر دیگری است که در پاسخ به صادق نوشته که برای یک بار هم که شده برعکسش رو تصور کن. فکر کن پسر یا برادر نوجوان 15 ساله‌ای داری که از روی نادانی در کوچه با چند نفر دعوا کرده و یک نفر رو هول داده و طرف مرده. با تصور اینکه پسر یا برادرت هست و سنش هم فقط 15 ساله، آیا میتونی قبول کنی که اعدام بشه وقتی به طرف چوبه دار میره؟ چه حالی به دست میده؟ کاربر دیگری هم نوشته که اصولا اعدام خوب نیست. آیا در این چند دهه که اینقدر اعدام صورت گرفته فرهنگ جامعه تغییر پیدا کرده؟ ماجی کاربر دیگری است که نوشته شما به انسان جان نداده که آن را میگیرید. اعدام نه، امنیت و نگهداری مجرمان در شرایط انسانی آری. و امید هم کاربر دیگری است که گفته به نظر من سن وقتی ملاک نیست در یک قانون و جامعه، والدین و مسئولین و مربیان و همه آحاد جامعه رو به چالش میکشه تا مسئولیت پذیرتر باشند و پاسخگو در برابر اعمالمان و این امر باعث اتحاد بیشتر میشه. اما اشاره هم میخوام بکنم به اظهار نظر آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که سال گذشته اظهار نظری کرده بود در مورد همین بحث اعدام کودکان و ایشون اشاره کرده بود که موضوع اعدام کودکان دروغ محض. این صحبتی بود که ایشون کرده بود که اتفاقا علی از کاربران توییتر در همین ارتباط نوشته که وقتی میگن زیر 18 سال رو اعدام نکنید معنیش این نیست که صبر کنید 18 سالش برسه و بعد اعدامش کنید. اما بازگردیم به تلفن ها. آقای علیرضا از تهران همراه ما هستن. آقای علیرضا سلام، بفرمایید، روی خط هستید. آقا سلام، عرض ادب. سلام، خواهش میکنم، بفرمایید. معذرت میخوام. ببینید دوستان تمام اکثرا نظر به این داشتن که آموزش ها داده نشده و حالا یک سری دوستان هستن که سن و سال بیشتری دارن. من خودم به عنوان یک جوان ایرانی، به عنوان یک حالا جوان 36 ساله ایرانی که هنوز مجردم، ببینید آموزش ها داده نشده. اون دوستان عزیز که سنی خیلی بیشتر از ماها دارن، حالا تقریبا حالا از ما کمترها میفهمن من چی میگم، اما اون دوستانی که سن بیشتری دارن، حالا در صورت یه دورانی رو دیدن و یک آموزش هایی رو دیدن، اما واقعا برای نسل جدید و نسل های حالا به اصطلاح سوخته واقعا آموزشی داده نشده. حالا ما یه فکری بکنیم به این که این هزینه ها کجا رفته. این هزینه ها تمام این سوالا درسته و اینا باید که به خدمتتون عرض کنم که مملکت ما رو اینجوری بار بیارن، یعنی ما مردم باید اینجوری بار بیاییم که آقا نسبت به هم دشمن باشیم. من تهرانی وقتی یک شهرستان میرم نمیدونم و حالا کاری ندارم، همه با هم مشکل داشته باشیم که بتونن ریاست کنن. من خود تهران زنگ زدم مثلا برام مهمی سوالات. خب علی رضا، این هزینه ای که داره نوجوان ها یا کودکانی که زیر 18 سال در واقع هستن در ایران، واقعا این با این هدف داره این افراد قربانی میشن؟ یعنی این چیزی که شما دارید میگید آقا سیاست یعنی جمهوری اسلامی روی کار باشه، اون وقت این هزینه ها باید بله برای یه کشوری مثل فلسطین که زورش میاد حالا چه میدونم تیمای ورزشیش با اینا بازی کنن. خب حالا علیرضا با این تفاصیلی که داری میگی چطور میشه جلوی چنین چیزی رو گرفت؟ این بحثی که داری میکنی بحثی که هم به لحاظ بین المللی ایران خودش پذیرفته، هم در قوانین ایران تجدید نظرهای در ارتباط شده. آخه ببین برادر من، شما اون ور دنیایی، ما توی ایرانی چی رو پذیرفتیم؟ وقتی که پری شب میان پرچم ایران رو هو میکنن، کدوم کشور؟ همین کشوری که ما پولمون رو صبح تا شب داریم اونجا خرج میکنیم. ما نمیکنیم، سران کشورمون میکنن. بازی بسکتبال ایران میشه پرچم ایران رو هو میکنن. ما ایرانیم هیچ وقت نمیتونیم اینو قبول بکنیم. تمام پولمون داره صرف عوضی که صرف آموزش این بنده خدا بشه که بیچاره باید بره اعدام شه. آقا جوونه، باید یه سری چیزا رو قبول کنیم. یه آقای عذرخواهی میکنم، یه پیرمردی میاد میگه آقا ایشون مثلا اینجوری، آقا تو خودت نشستی حالتو کردی. ببخشید من اینجوری انقدر واضح میگم، شما همه کاراتونو کردین، آموزشاتونو دیدین، آموزشای شاهنشاهی رو دیدید، حالا الان رسیدین به دورانو نه آقا بعد ایشونو بگینن اعدام کنن. آقا چرا اعدام کنن؟ این بدبخت تو عمرش چیزی ندیده، آموزشی ندیده. ممنون آقای علیرضا، مرسی از شما که تماس گرفتین و به برخی از نکاتی که اشاره کرده
بحث اشاره‌ای که آقای علیرضا داشتن در مورد هو کردن پرچم ایران مربوط بود به بازی تیم ایران و لبنان که در اون گفته میشه که تماشاگران در واقع این کار را انجام داده، اما به پایان دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. در ادامه برنامه همراه ما باشید. نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران. اینجا در آلمان اگر کسی مرتکب جرمی بشه بر حسب انسانی و انسان بودن باهاش برخورد میکنن، به خصوص اگر نوجوان باشه و اشتباهی بکنه. اینا تو زندانهاشون کاملا جدا از زندانیان دیگه است و سلولاشون انفرادی، تلویزیون دارن، برنامه دارن، روزنامه دارن، از اخبار روز باخبرن. هفته یک بار یا دو هفته یک بار یا سه هفته یک بار برنامه موزیک شد باتشون میذارن و اینها در زندان اگر کار دستشون تمام نشده باشه درس میخونن و اگر دستشون تمام شده باشه کاری بلد نباشن، آلمان بهش میگه آسپیلدون، یعنی دوره حرفه‌ای میبینن و در اون مدتی که در زندان هستن دوره کار میبینن، مدرک میگیرن، حتی ساعتی دو سه اورام بهشون میدن و بعد اینها که از زندان مرخص میشن، آزاد میشن، میان به جامعه کار میپیوندن بدون اینکه سابقه شون بررسی بشه و بگن تو جنایت کردی، تو اینو کردی، تو اونو کردی و از بازار اجتماع و کار محروم باشن و همونجا کار یاد میگیرن. سیستم روانپزشکی، روانشناسی روشون عمل میشه، فضای مورد علاقه شونو بهشون میدن، تلویزیون دارن، برنامه دارن، با خانواده هاشون در ارتباط هستن، میتونن ببینن و همه جور امکانات و بازپروری و بازیافتی برای برگشت به آغوش جامعه. خیلی کوتاه باز اشاره بکنیم به نگاه و نظرات برخی از کاربران در فضای مجازی. کاتا از کاربرانی است که با جمله نوشته که اتفاقات دور می‌شوند و کوچک اما تغییر نمی‌کنند. بی‌عدالتی‌ها عدالت نمی‌شوند و علیرضا تاجیکی تو رفتی و این مرگ می‌توانست طبیعی باشد. بدا به حال اهل قضاوت. مدیار کاربر دیگری است که اشاره کرده به ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که گفته مجازات اعدام را نمیتوان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد. رویا کاربر دیگری است که گفته نقض آشکار کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است چند صد بار دیگر باید این جمله تکرار شود. و منا هم کاربر دیگری است که باز با تاکید به همین موضوع گفته ایران یکی از آخرین کشورهای جهانی که با وجود پذیرفتن کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک هنوز کودکان زیر 18 سال رو اعدام میکنه. به تهران بریم. آقای خزایی از طریق تلفن همراه ما. آقای خزایی بفرمایید، روی خط هستید. با سلام و درود و بی‌پایان بر شما و همه بینندگان خوبتون. ممنون. خدمتتون عرض کنم که چرا واقعش دیگر چی؟ متاسفانه در ایران اصولا سلیقه‌ای کار میشه و هیچ تعهدی نیست و افرادی که در رأس کار هستن، اگر افرادی که مشکلی براش ایجاد میشه و گرفتار میشن پارتی داشته باشن که خیلی راحت میتونن آزاد بشن، ولی عده‌ای را بیگناه، شاید گناهدار ولی میتونه به اینها یک بخششی داشت که اینا برگردن به جامعه و مفید بشن برای این جامعه. ما چرا نمیان افرادی که این همه دزدی میکنن، جدیدن شنیدیم، حالا ساعت شد من نمیدونم، ولی بیش از 150,000 میلیارد یکی از سران کشور الان بالا کشیده که بیشتر از هر اختلافی تا حالا بوده. چرا اینا را نمیارن؟ چهار تا از این افرادی که دارن اختلاس میکنن مملکت رو به این روز انداختن اینا را اعدام بکنن اگر واقعا راست میکن. آقای خزایی من یه سوالی از خدمت داشتم. کم نبود نظرهایی که در فضای مجازی اظهار نظر میکن در ارتباط با اینکه به هر صورت این افراد جرم‌هایی رو مرتکب شدن، در واقع صحبت هم در مورد افراد زیر سن قانونی هست،
هستش که بحثی برخی به خاطر تجاوز، برخی به خاطر قتل. خیلی اشاره میکنن که این افراد به خاطر اینکه جرم وحشتناکی رو مرتکب شدن باید اعدام بشن. این تفکر، این حمایتایی که گاهن شاهدش هستیم از سوی برخی مردمی که در فضای مجازی مینویسن، چقدر دست حکومت رو باز میذاره که این اعدام ها رو راحت تر انجام بده؟ والا ببینن جوزم، ما در چیز شریعت اسلام توبه داریم، بخشش داریم، خیلی راحت میشه اینا رو برسید، اینا رو توبه کنن، اینا بر میگردن. به هر صورت یک کسی که زیر سن قانونی 18 سال هست تا اینکه بیاد سنی ازش بگذره، این مسلمن تغییر اخلاقی میده، تغییر رفتاری میده، تغییر برخوردی میده، همه اینا هستن که انسان عوض بشه نسبت به اون ردیه، مخصوصا موقعی که جرمی مرتکب میشه. این خیلی راحت میتونه برگرده به آغوش خانواده است. حالا بله، ما یه سری جانی ها هم داریم که ممکنه که اینا هستن، ولی اینا ها نباید اعدام کرد. عرض کردم که از در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران اعدام نمیشه. اگر میشد الان ایران باید گلستان میشد. ممنون آقای. دارنده نیست و متاسفانه سلیقه‌ای اجرا میشه این برنامه‌ای که ما الان داریم در ایرانی وضعیت. ممنون آقای خزایی از شما از تهران که تماس گرفتید. من نظرتون رو با ما در میان گذاشتیم. به شهر کرد بریم. آقای علی همراه ماست، بفرمایید، روی خط هستید. الو، سلام. سلام آقای علی، بفرمایید. خسته نباشید، حال شما خوبه؟ مرسی. راستش می‌خواستم اینو حرف بیننده زنگزر اینا رو نگفته. این مسئله وقتی اعدام سر میگیره که اینا اولا یه ست شاهد عادل بالا مثلا 18 سال میخواد که اینو ببره اونجا تو خود دادگاه چی کنه که آقا این کار انجام داده. بعدم شاکی خصوصی داره، خود دولت نمیه اینا رو اعدام بکنه. خود دولت نمیه اعدام کنه، شاکی خصوصی رفتش. خب علی، به فرض بیایم بر اساس اون صحبتی که تو داری بهش اشاره میکنی که دو شاهد باید باشه، البته شما بیشتر بحثتون رو بحث مسئله تجاوز هستش، ولی به فرض که شاهدی هم بوده در مورد چیزی که رخ داده و صورت گرفته، آیا مگه در قوانین خود ایران ذکر شده که باید اول رشد فکری اون فرد، رشد عقلی اون، اجتماعی اون فرد تایید بشه؟ به عنوان مثال در مورد علیرضا تاجیکی این پرونده خاص در بار اول تایید نشد، اما بعد از یه مدتی تایید شد و حکم اجرا شد. خب این به چه صورتی؟ این قوانین خودشون داره نقض میشه. قانونی که الان خود مردم میخوان، این وقت خود مردم کل اجتماع آزمین نمیتونه که بره یک نفر بره جلو قانون وایسته بود آقا من نمیخوام این کار رو بکنه. وقتی خب بعدم از جامعه حساب اون خانواده رو باید درک بکنه، حساب آبرو و حساب حیثیت یک فامیل داره، وقتی اینا کنه باید چه کارش کنه؟ علی من حرفتو متوجه میشم، ولی با کشتن یک فرد دیگه، اعدام کردن یک فرد دیگه، اون آبرویی که به قول شما از دست رفته یا اون از دست دادن اون فردی که به هر حال به هر صورت در گذشته یا جبران میشه؟ ای که معلومه که جبران نمیشه، جونه یکی گرفتن جبران نمیشه. ولی خب علی یه بحث دیگه هم از این مورد رو ما در آمریکا داشتیم، مواردی که فردی رو سالها در زندان به جرم قتل نگه داشتن، اعدام نشد و بعد از 40 سال متوجه میشن که اون فرد بیگناه بوده و آزادش میکنن. حالا در مورد همین پرونده عبدالرضا تاجیکی 3 فرد دیگه هم متهم بودن که بعد پیگیری پرونده اونها اصلا کلا مختومه شد و دیگه پیگیری نشد. 2 سال دیگه، 5 سال دیگه بفهمن که این فرد بیگناه بوده، آیا راه بازگشتی هست؟ راه بازگشتی میگن که بسته به اون قاضی که داره که خودکار دستش بالا داره حکم میکنه به شاهدای. حالا آمریکا تا ایران خیلی فرق می‌کنه، با قانون خاص خودشو داره. ایران یک کشور اسلامی، قانون خاص خودشو داره. ممنون از تو علی که تماس گرفتی. بزنیم باز هم به شهر کرد، در همون شهر کرد بمونیم، به سراغ کامران بریم. آقای کامران بفرمایید، روی خط هستید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. ممنون. ابتدای بحث می‌خواستم ابراز همدردی کنم بابت حملات اخیر بارسلونا و یه اشاره‌ای کنم به کشته شدگان حادثه تروریستی ایالت ویرجینیا. امیدوارم که این دعواهای نجات پرستانه بین سیاه و سفید اینا تموم بشه یه روزی. و جا داره از شما تقاضا کنم بابت این برنامه‌ها، این اتفاقاتی که داره میفته، برنامه‌ای بذارید تو صدای آمریکا.
حداقل بابت این اسمی که روی شبکه‌تون گذاشتید صدای آمریکا بذارید مردم آمریکا صداشون پخش بشه. ممنون. صحبت‌های شما رو شنیدیم. حالا با تون صحبت کردم من باز به شما فرصت میدم که صحبت کنید. انتقاداتتون رو مطرح کردیم، پیشنهادتون هم گفتید، ما هم شنیدیم. اما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. از بینندگانی که منتظر موندن و فرصت نشد، آقای حمید، آقای علی و آقای زند از تهران هم عذر میخوان که فرصت نشد، اما طبق روال همیشگی برنامه برسیم به بخش مهمترین های فضای مجازی. برخلاف روال همیشگی، مهمترین فضای مجازی که به نظرات کاربران میپرداختیم در مورد واقعی خاص، اما امروز در این بخش کاربران بسیاری بودند که برای ما فیلمی رو ارسال کردن از تخلف عجیب در سیلوهای گندم در شهر شیراز. در جان بذارید بدون هیچ صحبتی بریم این فیلم رو با هم ببینیم، چرا که خودش بیانگر کل ماجراست. خاک از کجا وارد گندم ها شده؟ سر زمین کشاورزی موقع کنبین داره درو میکنه، تیغش پایین میگیره، خاک میره تو گندم. این زمین سفت آقا، 20 سانتی هم بالا زده شده. چجوره این زمین که خاک سفت میشه داخل گندم کشاورز؟ من میبینم که چقدر تمیز و خوب. انگشت کشاورزان به سوی دیگری نشانه رفته بود. مرکز خرید از 10 تن یا 2 تنشو برمیدارن، ماسه قاطیش میکنن، اون دو تن جدا میفروشن، دو تن هم ماسه فروختن. به عنوان خریدار گندم به یکی از مراکز خرید رفتی. اون تصویری که ما دیدیم و خاکایی که کپه کپه بود، الان این خاکا وارد این گندم شده و توی تریلی هم داره پشت سر ما بارگیری میشه. عمق فاجعه تنها به این مرکز خرید گندم ختم نمیشه. اگه همینجا دهنه یکی شما بگید همین شما دهنه خلاف گره. یه جایی تو مدرسه میرن، حتی اینا نصف شو که هیچکنی میرن، تو هر سه هزار تون گندمی 7-8 ماشین ماسباده قاطی میکنن، هیچ کن خبردار نیست. الان ساعت حدود 2:30 نصف شب هست و اینجا یکی از مراکز خرید هست که دارن شبانه ماسبادی رو با گندم ها قاطی میکنن. ماسبادی و خاکهایی که به این گندم ها افزوده می شود به قیمت هر کیلو 1340 تومان از جیب دولت پرداخت می شود. دولت داره پول این همین خاک رو میده، یعنی پول گندمی که میده، این خاک که داره تحویل ما میشه پولشو داده، پرداخت شده قبلا. بله، اینم به نوعی باز جا دارم تو که اول برنامه خدمتتون اشاره کردم، برخی از بینندگان که در پیام هاشون به ما گلایه کرده بودن از اینکه چرا فرصت به اونها نمیرسه، این میتونم این رو بهشون فقط بگم که اگر بخوان در برنامه زودتر میتونم بیان، چون ما اینجا بر اساس لیستی که به ترتیب برای ما هست خطا رو میگیریم. میتونید به ساعت ایران ساعت 9:50 دقیقه آغاز کنید به تماس گرفتن، به زمان آمریکا هم میتونید از ساعت 1:25 دقیقه یا 1:20 دقیقه هم همکاران ما هستن که پاسخ شما رو بدن. همونجوری که در تصویرم دارید آدرس های دیگر ارتباط با برنامه روی خط رو هم ببینید، از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما به پایان برنامه امروز رسیدیم. میتونید از طریق راههایی که در طول برنامه اعلام شد، مثل اینستاگرام، توییتر، تلگرام، نظرات یا موضوعاتی رو که براتون علاقمند هستین که در مورد اونها برنامه گذاشته بشه رو با ما در میون بذارید. تا فردا شب و روزگار، تا فردا که نه، تا دوشنبه در واقع، شب و روزگارتون خوش. صدای آمریکاست.